چه بودی رو نمودی دل ربودی به دلم کردی. نخستین سروده که غلام حیدر ملقب به حیدری وجودی را به نجم العرفا معروف کرد. آفتابی از تبار سخنوران بزرگ پارسی که یک سال پیش غروب کرد. وجودی بدلشناس معروف، بیانگر فلسفه وحدت الوجود، مفسر فسوس الحکم، شرح دهنده مثنوی و مونوی مولانا بود. این پیر خرد را اهل دل بیشتر گریگوشای جهان بینی های می دانستند که در متون سترگ مولانا و بیدل نهفته بود و اکنون جایش تهی است. به باور جاوید فرهاد، نویسنده، شاعر و منتقد ادبی، او از ستاره های تابناک این سرزمین است که در معرفی اندیشه های عرفانی و دوره معاصر کارهای بکری بجا مانده است. زنده یاد استاد حیدری وجودی، از سرآمدان حوزه شعر عرفانی در افغانستان، به ویژه در حوزه شعر معاصر عرفانی و هست و از شعرهای مانا و نامدار است که در چند دهه در حوزه ادبیات و فرهنگ افغانستان، به ویژه در بخش معرفی اندیشه های عرفانی پار پیرار و دوره معاصر کارهای شایسته و در خور انجام داد و در واقع زبان شعرهایش، رویکردهای نگرشیش به مسئله عرفان و تصوف و همچنان نگاه تغزلیش به در حوزه شعر معاصر فارسی، فکر میکنم که جای تحمل بیشتر و دقت بیشتر داره. با باور شیفتگان خدا و رسیدگان به کمال، فروتنی دلیل کمال و رسیدن به منزل بود و این ودیعه در زندگی وجودی چه خوب نقش آفرینی داشت که تا پایان زندگی روش ماندگاری را اختیار کرد. کتاب همسخنش بود و شعر ناب روایت از اندیشه و برداشتهای معنوی او از زندگانی. اهل معنا، معرفت، بصیرت و بینایی شناختشان را از وجودی چنان میگویند که تا عارف نباشد معارف معرفت نمیداند و تا معنا نباشد مفاهیم را درک نمیکند. حضرت پیری هرات را گفته بودند که عشق چیست؟ گفت شوی دانی. شما موقعی که ایدلی وجودی را به بس میگیرین، تا عارف نباشین حال عارف نمیدانین، تا معنا نباشین نمیدانین. یعنی حیدری در لفظ را مردم افغانستان شد فکر بکنه یک پیرمردی قامت خمیدهی صدا گرفتهی نفته در یک کنج کتابخانه است. اما حیدری وجودی، حیدری که به معناش خواهیم پرداخت و باید پرداخت، یک حیدری وجودی کاملا متفاوت است. بیشترین ها وجودی را مرد به قناعت رسیده میپندارند که قناعتش او را از مرتبط خاک و فروتنی به صحن بذر آفتاب قامت برافراشته کرد و جایگاهش را در درون عارف و سالک به جاودانگی رساند. تا نفس در او موجود بود می دانست که چسان پله ها و نردبان های رسیدن به خدا و معرفت را بپیماید و به دانایی و خرد برسد. حیدری به باور شیوای شرق در دانش فسوس الحکم مرد استثنایی و منحصر به فرد که با مباحث وحدت الوجود بیباکانه آشنایی داشت و به معنای واقعی کلمه می دانست که این جهان واقعی معنوی و مفهومی را چسان علاج کند. او مرجع قابل حساب و دارای اشراف و صلاحیت در تفسیر فسوس الحکم شناخته می شد. استثناء بود ایدری وجودی و بر پیمانه او کسی فسوس الحکم را نمی دانست و مباعث وعدت الوجودی را نمی دانست. این ایدری وجودی بود که واقعا می فهمید. حیدری در جریان چندین دهه با کارکردهای فرهنگیش در حوزه شناسایی عرفان بیدل، مولانا، حضرت سنایی، حلقه های آموزشی را در کتابخانه عامه کابل برامی انداخت. نامورترین اختر تابناک عرفان این سرزمین که به باور آقای فرهاد غروب نخواهد کرد و خاطرش به ظلمت نخواهد پیوست.
و استاد حیدری وجودی در جریان چندین دهه تلاش و کارکرد فرهنگیش در حوزه شناسایی عرفان بیدل مولوی یا مولانا جلال الدین محمد بلخی، حضرت سنایی و حلقه های آموزشی که برای بیدل شناسی و مولوی شناسی داشت کار ارزنده را انجام داد و جایگاهش همیشه حفظ از در این حوزه و حوزه های آموزشی معرفت شناسی. با باور ضیاء رفعت، کارکردهای نجم العرفا در حوزه معیارهای شعر کلاسیک قابل بررسی است و او یکی از بزرگترین کلاسیک سرایان معاصر افغانستان بود که پس از جامه بدل کردنش شاید شاعری در قلمرو شعر کلاسیک در زبان پارسی زاده نخواهد شد، زیرا شعرهای وجودی از نظر تنوع قالبی شگفتی های خودش را داشت. که گفتم زرمه رو ماه آسمان بپرد، که گفتم زرمه رو ماه آسمان بپرد، در به زمین یهان زمین رو زمان بپر. در حوزه معیارهای شعر کلاسیک قابل بررسی است و او یکی از بزرگترین کلاسیک سرایان معاصر افغانستان. گمان نخواهم کرد که پس از این ما شاهد قد برافراشتن شاعر در قلمرو شعر کلاسیک در زبان پارسی باشیم. جاوید فرهاد تاکید میکند حیدری وجودی از نخستین شاعران است که خط وصل میان شاعران دیروز و امروز بود، یعنی با نخستین مجموعه که به نام لحظه های سبز بهار نام داشت و در دهه 60 از سوی اتحادیه نویسندگان وقت اقبال چاپ یافت، با نوع نگرشی که به غزل هایش داشت در واقع راه را باز کرد برای دید نو بر عرصه غزل معاصر. سوی عرفان دیروز یعنی عرفان کلاسیک و همچنان عرفان معاصر که بسیار در افغانستان کمرنگ شده و کمرنگ شده بود، بار هم استاد حیدری وجود تلاش‌های در این راستا بر معرفی عرفان معاصر انجام داد و آثار متعددی که از خود به یادگار گذاشت در واقع نوع نگرشش و تاثیرگذاری قابل ملاحظه اش در حوزه شناسایی حلقه های معرفت شناسی یا سلسله های تصوف از دیروز تا امروز کاملا مشهود است. ما این میرسونه که نقش بسیار تاثیرگذار و بسزای در حوزه عرفان معاصر در افغانستان و ویژه در حوزه شعر معاصر داشت و داره. از لحاظ کمی شعر او سروده های زیادی داشت که مشمول بر 10,000 بیت می شود، اما کمیت همراه با کیفیت. وجودی را شعر از هر لحاظ حرفه‌ای کرده بود. به پندار ضیاء رفعت، روانی و سادگی بیان از ویژگی های شعری وجودی بود که برای پویایی زبان نیز کارهای بزرگی را در پی داشت. از لحاظ کمی که هم شعر زیاد سرودن، این دیوان بیشتر از 10,000 بیت داره، اما کمیت همراه با کیفیت. یعنی وجودی شاعری از هر لحاظ حرفه‌ای بوده. روانی و سادگی زبان یکی از ویژگی های است که با تولید این کتاب در واقع ما برای پویایی زبان نیز کار کرده. به قول نزدیکترین چهره های حلقه آموزشی عرفان و معرفت،
نجم العرفا حیدری وجودی در کنار دستیابی به جایگاه بزرگ بیدلشناسی و تفسیر شرح حال مسلمی مادری مولانا، شوخ مزایهایش را نیز داشت. سفری سامانی از شاعران است که در بیشترین برنامه های عرفانی این افتاد عرفان و معرفت او را همیاری کرده. بیاد می آورد که در سال 1391 استاد وجودی برای نصیحت روز بیان دارم که تعدادی از جوانهای تازه که به دنیای شعر رو آوردن، نمیخوام نامشون رو بگیرم، دوستا شعرهایشان رو خواندن. استاد مزاج شوخ هم داشت در پهلوی ازی، بچه رو بسیار دوست داشت. فکر میخواهی شما با شعرتان ماندگار باشه، کوشش کنی این شعرها یک بار مصرف نگویی، در حوزه عرفان، در حوزه تصوف هم قدم بگذاری، این شعر شما را ماندگار میسازه و کلامتان را ماندگار میسازه. با باور سامانی، جایگاه وجودی در سلاله عرفان افغان بی‌بدیل است و او آینه میان عرفان و شعر کلاسیک حال و گذشته کشور است که در پندار عرفان و شکست نفسی ستاره تابناک و بیمانند بود. جناب وجودی صاحب یک آدم با تمام معنا و عالم وارسته بود، صوفی وارسته بود، دانشمند بزرگی بود که هر تشنه میتونست از علم از او فیض بگیره. او را نمیشد که بر یک حوزه یک بخش خلاصه بسازد. در ادبیات کلاسیک و ادبیات معاصر بین هر دوش قرار داشت. او میتونست در ادبیات کلاسیک یک استاد بسیار بزرگ ورزیده و یک رهنما باشه و همچنان در ادبیات معاصر. در بین ادبیات معاصر و بین ادبیات کلاسیک بارها بحث صورت گرفته، اما هیچگاه نه معاصر سرایه را او نقد میکرد، نه تشویق بزرگت میکرد که شما باید به طرف کلاسیک برید. کوشش میکرد بین دو نسل قرار بگیره. وجودی هنگام درگذشت 81 سال سن داشت و تا هنگام وفاتش کتابخانه عامه کابل خلوتگاه اندیشه خواهش بود. او در ولسوالی رخه ولایت پنجشیر زاده شد و دست کم 55 سال به سرودن غزل پرداخت و نام جاودان و ماندگار در عرفان شناسی از خیش بر جا ماند. او تنها تا صنف ششم در مکتب درس خوانده بود. به قول فرزند ارشدش، صوفی نبی اشقری، شایق جمال و عبدالحق بیتاب از عرفای پارسی آشنایی داشت. هرچند دوره کارش در کتابخانه عامه به پایان رسیده بود، اما به درخواست خودش رئیس جمهور پیشین حامد کرزی فرمان حفظ جایگاه وجودی را داد و تا دم مرگ آنجا به سرایش شعر می پرداخت. با حساب امو عشق و محبت مجازی جذباتی و حالاتی برش پیدا میشه که باز پس از زیر دمو نوشتایشون و مصاحبایشون خودشون یاد کردن که خوابی میبینم صنف شش مکتب میبینم و در عالم رویا و کسی رو میبینم و چیزی رو میبینم و او منظور استادم تنها در عالم رویا نبود و در بیداریشون هم منظور داشتن و کسی بوده و باز در خواب دیده و باز در خواب هم مثلا میگه ساختم که چی بودی، رو نمودی، دل رو بودی، بی دلم کردی. یه اولین مصره که باز میگه من در خواب دیدیم. وقتی که در کابل میان باز گفت با مولانا صاحب خسته گفت آشنا شدیم. مولانا صاحب خسته میگفت این جاده ولایت یک اتاق داشت. پس از مولانا صاحب خسته باز استاد میگفت با حضرت استاد عبدالحق بیتاب آشنا شدیم که ملک و شعرهای وقت بود و استاد بیتاب هم در تصحیح اثار ما گفت نقش داشت، پرسان میکرد، میخوندیم برش، میبردیم و دیدگاه خودم میگفت رهنمایی میکرد و همین گونه باز با جناب صوفی صاحب اشقری گفت آشنا شدیم. با جناب صوفی صاحب اشقری آشنا شدیم در نخستین باری که گفت باز ما رفتیم پیشش، یک کتابچه، یک مجموعه قلمی که گفت نوشته کرده بودم از شعرهای خود گفت بردم. گفت ما او وقت در کتابچه نوشته بود که غلام حیدر مجروح. باز گفت صوفی صاحب مرا گفت که مجروح یکی از شخصیت‌های مشهور است که تخلصشون مجروح است، خودت یک چیز دیگر انتخاب کن. باز فکر میکنم استاد گفته که من
حیدری هم تخلص نرده بعضی از شعرها و سرودهای گفت این امیر درست است. صوفی صاحب میگم این حیدری بسیار خوب گفت است. حیدری تخلص خوب است. تخلص مان بعد از با شایق صاحب جناب شایق صاحب رابطه و رفاقت و یاریه که با صوفی صاحب عشقری داشت به همین شکل استاد با اونا هم آشنا میشن که مورد تاییدی از او هم بود استاد در اون مجموعهشون یک تقریص گونه یک سروده از شایق صاحب هم هست شما اون شاهد هستین تا انگامه که مریض شدن درست از جهان رحلت کردن یک هفته پیشم همین درس ها را ترک نکردن هفته درست با وجود محدودیت های که بود به حساب مرض و کرونا در درس ها چند نفر فاصله ها با اسمانگره گفت که نه ما فاصله ها را رعایت میکنیم و فاصله ها میشینیم و تا اونو انگام عشق داشتن استاد از لحاظ جسمی بسیار ناتوان بودن دوره های اخیر مگر عشق بود که اما به قول خودشان که کوه و کوتل میتراشد وحد ما در راه ما عشق ما خام است یارم راه ناهموار نیست میگفت که عشق که باشه از کوه کوتل میگذری استاد عشق داشت با مثنوی با مولانا با شعر با همی مسائل در حالی که جسم اندسه ناتوان بود هیچ ترک نکردن از استاد وجودی 14 اثر شعری و یک دیوان به چاپ رسیده است دوستداران این پیر خرد در هنگام زنده بودنش مکتب و کتابخانه ای را به نام این آفتاب تابناک و درخشنده عرفان کشور نامگذاری کرد و نامش را برای نسل های پسین زنده نگه داشتند. کلب محمد لقاروند، مسئول کتابخانه حیدری وجودی، کلب مژگان کریمی، مکتب حیدری وجودی. یک سال قبل به دیدار شما سیدیانون فعال دایی 15 هم شهر کابل تصمیم به این شد تا یک مرکز فرهنگی و فکری ساخته شود تا جوان ها بتانند اونجا آمده و فکرشان را تغذیه بکنند و از اون طریق کارهای فکری را و فرهنگی را انجام بدن بنابراین تصمیم به این شد که کتابخانه ساخته شود و رایزنی سر این صورت گرفت که اسم کتابخانه را چه بگذارد بنان و مشوره همه دوستا تصمیم به این شد که کتابخانه را به اسم یک شخصیت بگذاریم که تاثیرگذار باشه و جمله فرهنگی ما باشه در گذشته رسم بر این بود که زمانی که دانشمندا و شاعرا و ادیبای بزرگ ما وفات میکردن بعد از او قدرشان بعد از وفاتشان میدونستن و بعد از اینکه وفات میکردن چاره یک مرکز فرهنگی را بالاخره به نامشان میکردن تا جاودان جاودان بنان ما خوشبختانه و سایدگی حیات بودن که این کتابخانه را به اسم مبارک شما مسما کردیم و افتخار از این را داشتیم که جناب استاد آمده و خودشان کتابخانه را افتخار بسم الله العلیم انگیزه می که نام اصرت استاد حیدری وجودی را بالای مکتب انتخاب نمودیم دلیل روشن و آشکار است چون مکتب مکان آموزش پرورش و قانون و ترویج گسترش و دانش و علم عرفان است نام استاد را انتخاب نمودیم چون استاد را از هر جهت سزاوار این دانستیم اصرت استاد وجودی شخصیت ادبی و فرهنگی و عرفانی کشور عزیز ما گنگش را صرف و دانش و پژوهش در عرصه شعر ادب و عرفان و فرهنگ نمودن در این زمینه ها فراتر از مرزهای من شهرت اعتبار علمی و فرهنگی هم دارن فلحاظ و ترجیح دادیم تا اسم مکتب حیدری وجودی شاعر و عارف روزگار مسما کردیم که خوشبختانه این در زمان حیات استاد صورت گرفت که ما نظریات علمی حضرت استاد را در ترویج گسترش فرهنگی علمی هم داریم استفاده می نمود اما مرگ و پیوستن به ابدیت نجم العرفا حیدری وجودی همگان را به سوگ نشانده است که برای عرفان شناسی افغانستان سایه بس بزرگ پنداشته می شود اهل قلم و ادب جایگاهش را خالی می دانند و از وزارت اطلاعات و فرهنگ خواهان ارج گذاری به جایگاه نجم العرفا هستند و از متولیان فرهنگ افغانستان و ویژه نهادهای مثل وزارت اطلاعات فرهنگ افغانستان نهادهای فرهنگی که خارجی هستند و
شناسایی هویت فرهنگی افغانستان با پوزش بر شناسایی هویت فرهنگی افغانستان کار میکنن، خواستم این است که او دستنوشته هایی که از حضرت استاد حیدری وجودی و یادگار مانده او را نشر و استاد حیدری با همی فقر خود ساخت و در خانه کرایی در واپسین رمق حیات زندگی میکرد که از دفعانان جنابش برداشته برده و هیچ کسی با او را نه وزارت اطلاعات فرهنگ نه دیگه مقامای افغانستان نکنم مقامی داده، نکنم توفه کسی برش داد، نه در روزگار از کسی دستکشی و نوازشش کرد. حتی در روزهایی که با کرونا با این مرض مهلک دست و پنجه نرم میکرد، کسایی که در مقامای بالا از اون بسار با زبان چرب و گرم یاد میکنن، حتی یک اکسیژن برش روان نمیکنن. تنها کسی که برای اون اکسیژن روان میکرد احمد مسعود بود که از او به نام نیک طالع ازات سکرات موتش هم یاد میکرد و دعای نیکی در رابطه با خانواده از اونا و خانواده دودمان احمد شای مسعود کرد. با پندار معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ در گذشت وی زایه بزرگ است و این اداره نیز برای بزرگ داشت از جایگاه وجودی برنامه هایی را در دست دارد. حیدر وجودی در 21 جوزای 1399 هجری خورشیدی از اثر بیماری که داشت جان به جان آفرین سپرد و سپس بستگانش اعلام کردند که او به بیماری کرونا گرفتار شده بود. دست کم 10,000 بیت شعری که بیشترین آن در قالب غزل سروده شده از وی به یادگار مانده است.